سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور به هدف رسیدگی به مشکلات دهقان و مالداران به ولایت غور سفر کرد. او در یک نشست که با حضور داشت مسئولان محلی و مردم این ولایت سخن می گفت افزود که وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور در تلاش است تا استقلالیت زراعتی و امنیت غذایی را در کشور تامین و زمینه افزایش صادرات زراعتی و مالداری را به بیرون از کشور بیشتر نماید. امروز در ولایت غور آمدیم. هدف ما این است که این بخش افتیده را به پای استاد بکنیم تا که ملک ما زراعتی و مالداری است، در میدان عملی هم زراعتی و مالداری باشد. وزیر زراعت آبیاری و مالداری کشور در این سفرش به مردم غور وعده سپرد که برنامه ها و پلان های مؤثر را روی دست دارند تا بتوانند زراعت را میکانیزه نمایند. ما پلان های چکدمی را داریم، یعنی چکدم های خاکی و سنگی را که خصوصا هم ولایت غور دو بسیار برابر است، چون که از همه طرفشان درهای جاری هستند، درهای هستند که در وقت موسم برف و باران آبها سرازیر می شود. برای این همه آبها ما بندهای داشته باشیم و در بخش زراعت مالداری استفاده شوند و آب زیر زمینی هم بالا بیایند. این آبهای ما یک قطره‌ایش هم بیجا نرود. مسئولان محلی غور نیز میگویند که بیشتر مردم این ولایت زراعت پیشه هستند و حضور سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری باعث می شود که در قسمت زراعت اقدامات عملی صورت گیرد و همچنان قشر زراعت پیشه این ولایت بیشتر تشویق شوند. ما شما دور هستیم، معلومات کافی داریم که مردم غور یا مالداری دارند یا زراعتداری دارند یا کمی زیاد درخت بازداری دارند. این سکتور رو از این شدن بگردد با مدرسی زراعت. امیدوار هستم که برنامه های خوبی را در زراعت رو باید ایران کنند سبب رشد اقتصاد مردم و خیر دنیای خودشان بعد هم مردمشان سرانجام بگیرد. سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور در حال به ولایت غور سفر کرده که بیشتر از 85% مردم این ولایت به شغل دهقانی و مالداری مصروف هستند و نفقه خانواده‌هایشان را از همین طریق تامین می‌کنند. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.